موسیقی که به خواننده جمعی احتیاج داشته باشه چند جور هست. در ایران یه کمی محدود استفاده میشد که من رو به یه فکر دیگه انداخت، چون در ارتباط با موسیقی ایرانی من یه جور دیگه میدیدم. ولی اصطلاحا تو یعنی موسیقی کورال باشه، کور احتیاج داشته باشه، این یه چیزی نیست که ما بخوایم اینجا تجربهش کرده باشیم. در تمام دنیا در موسیقی کلاسیک خیلی تجربه شده و اصولش مثل همون ارکستر، یعنی رهبر کور داره، بخش‌های مختلف صدا داره و معمولا اگر در مورد کورال حرف بزنیم سولیست اونجا نقشی نداره، مگر اینکه مثلا یک قطعه ای باشه یا یک بخشی از یه اپرایی باشه که یک کسی سولو میخونه بقیه کور. کور عمدتا هارمونی و رنگ صدای سولو رو تقویت میکنه یا قطعات که خاص کور نوشته میشه. مثلا در اروپای شرقی خب خواننده ها بعد کور میخونن، ولی کاملا اصلا با کور اروپای مثلا غربی فرق داره. تون صداهای آدم ها در همه مناطق ایران مناطق دنیا فرق داره. وقتی که کورال غربی هست، در هر جای دنیا اگه بخوان این غربی ها بخونن، شما مثل که از تون و رنگ صدای اون بارم تقلید شده. ولی یه جایی هست که کاملا همین کشورهای همسایه ما هم همینطور، وقتی آواز جمعی میکنن هویت خودشون دارن، یعنی کورال غربی نیست. این منو به فکر انداخت که قبلا توضیح دادم که از سالیان پیش، یه کمی قبل از اینکه فیلم دلشدگان رو بسازم چون تو اونم استفاده کردم، گروهی تشکیل دادم به اسم گروه هموایان که ما بتونیم آواز جمعی رو با یه فرهنگ دیگه نگاه بکنیم و این کارم کردیم. باز کن سرمه ی جمسون